مسئول برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 20 میلیون تن در افغانستان شبها گرسنه میخوابند و غذای کافی ندارد. شاولی مسئول برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز یکشنبه شنبه 24 اردی در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در لندن گفته که با روی کار آمدن طالبان فرصت های شغلی در این کشور شدیداً کاهش یافته است و افزوده هر روز حدود 20 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند و گرسنه میخوابند و چهار میلیون مادر و کودک در معرض خطر سوء تغذیه هستند و خطر مرگ وجود دارد پس از آگوست سال 2021 که بنیاد اقتصادی افغانستان سقوط کرده است سه سال گذشته خشک سالی وجود داشته و قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است این نهاد تصریح کرد که حدود نیمی از کودکان زیر پنج سال و یک چهارم زنان باردار و شیرده در دوازده ماه آینده به حمایت حیاتی غذایی نیاز دارند برنامه جهانی غذا می افزاید که برای شش ماه آینده به یک و چهل و دهم میلیارد دلار برای عملیات کمک رسانی خود در افغانستان نیاز فوری دارد این در حالی است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کشورهای جهان و سازمانهای مددرسان همواره از وضعیت وخیم بشری در این کشور هشدار دادند در همین حال دفتر هماهنگ هم کننده امور بشر یک سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داده که تغییرات آب و هوا در این کشور دسترسی خانواده ها به آب را 60 درصد کاهش داده است